بسم الله الحمد لله و, و السلام و علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. سلام بر شما بینندگان عزیز بر تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی که در این ساعت به برنامه هزار یک سوال می نگرید و و حرف های بنده توجه می کنید در برنامه قبل احساس کردم که بعضی از بینندگان یعنی از طرح این سوالات ناراحت شدن از،, از لحن صحبت هاشون و سوالشون و هاشون معلوم می‌شد امروز می‌خواستم مقدمه‌ای رو بگم و در همین باره اما باز گفتم که بهتر است این مقدمه رو در موخره بگم چرا بعضی از این دوستان در وسط برنامه میان و از وسط باز می‌بینن و متوجه این مقدمه نخواهند شد پس این مقدمه‌ای رو که به نظر مهمه انشاءالله در آخر برنامه خواهم گفت شما میدونید که ما از قرآن اومدیم و حالا دیگه سوالات رو مطرح میکنیم سوره بقره بعضی سوالات مطرح کردیم و حالا سوره آل امران رسیدیم که اونم بعضی از سوالات رو در برنامه قبل مطرح کردیم که فکر میکنم این نباید باعث ناراحتی کسی بشه چرا سوال از قرآنه ما آیه قرآن رو میخونیم و از اون یک سوالی رو میاریم که فکر میکنیم با عقاید علمای شیعه در تضاد حرف دو دا دو زب در دو مسابقه با چاره اگر حرف ما غلطه بگن غلطه بگن نادرسته بگن اینجا ششکال داره فا اگر درسته قبول کنم بالاخره قرآن کتابی است که الله حفظش کرده ببینید شما اگر شیعه باشید با همه بدی هایی که به سنی ها نسبت میدید به علمای سنی که تحریف کردند و حق علی رو خوردند و کتاب ها رو تحریف کردند مجبورید قبول کنید که با همه لشکری که در قرآن تغییر بیارن قبول دارید خودتونم و از این طرف سنی هم قبول دارن اعتراف دارن که شیعه نتونستن در قرآن دست بزنن این یک معجزه الهی است کسایی که در اذان هم دست بردن در شب و روز هم دست بردن در هر چی دست بردن در قرآن نتونستن حتی یک کلمه رو عوض کنن حتی نتونستن آیات جلو عقب ببرن این فکر می کنم همین کافی است تا هر ملحدی ایمان بیاره به خداوند که این کتاب به صورت غیر عادی در بین بشر محفوظ شده حالا این کتاب در وقت اختلاف باید راهنمای ما و شما باشه ما و شما حتی به دو پیامبر با اینکه یک اسم داره اما ما و شما به دو پیامبر جداگانه عقیده داریم بیرو تا بی در ویسی. بالاخره پیامبر فقط که نباید نامش محمد صلی الله علیه و سلم باشه باید حرفاش هم یکی باشه پیامبر ما و شما اما نه فقط یکی نیست بلکه عکس پیامبر ما از زبان ما از زبان پیامبر ما نقل میکنیم که رفتن به سر قبور و استمداد از مردگان شرک شما نقل میکنید که عین توحیده ما نقل میکنیم که ایشون فرمود بک بهترین فرد این امت شما نقل میکنید که فرمود بدترین فرد این امت خب پس پیغمبر ما هرچند که هم نام است فرق داره اما قرآن ما هم هم نام هم حرفاش فرق نداره خوب توجه کنید هم هم نام قرآن ما و شما یکیست پس همین قرآن رو میذاریم جلو و عقل ما و شما خدا به ما و شما عقل داده و سوالا رو از اون مطرح میکنیم و میبینیم که آیا این قرآنی که تغییر نکرده حالا یا سنی نتونسته عوضش کنه یا شیعه نتونسته عوضش کنه این قرآن ببینیم که عقاید کدوم مذهب رو تایید میکنه آیا عقاید کدوم مذهب است که وقتی میخواد از قرآن ثابتش کنه یک کیلو لاغر میشه و تعویل میکنه و میره بالا و میاد پایین و میچسبونه به این عالم و میچسبونه به اون حدیث به این آیه این عقیده کدام مذهب است که به راحتی میتونه عقاید خود رو از قرآن هم ثابت کنه سوال یکی یکی مطرح می و مقدمه اصلی رو میذارم برای بعد اعوذ بالله من شیطان الرجیم اول آیه رو میخونم آیه 49 از سوره آل امران درباره حضرت عیسی علیه السلام هست که خداوند میگه میفرماد جل جلاله و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتو کن به آیت من رب بکن که من عیسی ای رو فرستادم آیه 49 از سوره آل امران به سوی بنی اسرائیل و گفت که من و فرمود که من از طرف پروردگار شما نشانه‌هایی آوردم نشانه‌ای آوردم از اون نشانه‌ها یکی اینه انی اخلق لکم من التین که هیئت التیره من میگه از خاک مجسمه درست میکنم و چیکار میکنم فأنفخ فیه فیکون طیرم باذن الله میگه بعد درون میدمم و اون رو زنده میکنم حیوانش میکنم از خاک میگه من هم از تین از گل میگه من برای شما پرنده درست میکنم خلق میکنم به اذن الله یعنی چه قدرتی خداوند به حضرت عیسی داده سبحان الله قدرتی بسیار عظیم است و ابری الاکما و الابر سب او هل موت به اذن الله میگم من کور مادر زاد و کسی که به مرض پی سی دوچاره رو هم علاج میکنم مرض پی سی هنوزم علاج نداره به نظر میاد که از اون مرضای بسیار سخته که شاید علاج پیدا نکنه یا کور مادرزاد یعنی کوری که مغزش کوره و میگه مردر هم می زنده میکنم سبحان الله اوه الموت ها میگه من مردر زنده میکنم به اذن خدا کی؟ حضرت ایسا حالا ما از شما سوال میکنم در, در پرتوف این آیه آیا ما میتونیم بگیم که حضرت موسا چون که پیغمبر خدا بوده مردر زنده میکرده یا از, از گل پرنده درست کرده یا ما یا نمیدونم کور شفا میداده آیا میتونیم بگیم که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مورد رو زنده می‌کرده اگه بگیم میگه این کافر شد دیگه حرف داره قدرت خدا رو میده به حضرت محمد هیچ کس هم نمیگه الحمدلله شیام تعالی اینا نگفته شکر خدا و هیچ کس نمیگه که میتونه مرض پی سی رو شفا بده بلکه پیامبر از پنام میبرد به خدا از مرض برس از پی از پیسی خودشون پنام میبردن که نمیتونه سفارش شفا بدن حالا سوال من چیه؟ حالا به منظور چیه؟ خب میگه ما قبول داریم دیگه ما قبول داریم که این کارا رو حضرت عیسی انجام میداد و پیغمبر دیگر انجام نمیداده حالا سوال ما اینه که شما چرا وقتی به امام می میرسید یعنی کاری که حضرت عیسی انجام داد حضرت محمد نمیتونه انجام بده چرا به امام می میرسید وقتی میگیم آقا این امام چرا این کارو میتونه انجام بده میگید حضرت عیسی انجام داد حضرت نو انجام داد میگیم چرا عمر این امام شما اینقدر زیاد شده میگه حضرت نو هم عمری زیاد بوده میگیم چرا حضرت مهدی در گهواره حرف زد از مهدی شما میفرمایید که حضرت عیسی هم در گهواره حرف زد آقا اون حرف زد اون مرده رو زنده کرد ایشون از پرنده رو خلق کرد ولیکن پیغمبر های دیگه نتونستن حالا چرا مقایسه میکنید با ما. به اصطلاح میگه من آنم که, یل... که رستم یلی بود در سیستان این سواله ما اینه در سوال دویست و اول سوال شماره شو بگم سی هفت که آقا شما چرا قیاس باطل می کنید و قدرت خاص یک پیغمبر رو میدید به امامای خودتون و از همون توجیه می کنید قدرت اماما رو حالا ما با این که میگیم حضرت ایسا مردر زنده کرد ولی نمیگیم که ایشون عصای موسی رو داشت یا قرآن هم آورد نه آورد دیگه مجزش مخصوص خودش بود پس اینکه خداوند میتونه یکی رو عمر طولانی بده مثل حضرت نو دلیل نمیشه که ما عقیده داشته باشیم حضرت محمد هم عمرش طولانی بوده باید دلیل خود ما یک دلیل داشته باشیم باید ما خود ما یک دلیل مستقل داشته باشیم نه مقایسه کنیم بگیم من آنم که رستم یلی بود در سیستان من خودم چی هستم رستم یل بود بود اینکه که رفت نداره شما چرا رفت میدید سوال 327 ما یک سوال ساده است و با این رفت دادن ها قدرت امام حضرت عیسی رو میدید به امام رضا رحمت الله علیه و میگید که آقا ایشون کور شفا میده من خودم یک دفعه حرم امام رضا رفتم میگه کی معجزه دیده این روزا یکی اومد گفت یا امام رضا من شفا کور بودم شفا یافتم ما چه جوری شفا میده به کدام دلیل اگر قرار بود که همین دکان شفا و دادن بود و همه بود دیگه چرا حضرت عیسی اینطور خداوند معرفی میکنه نشانه رو عیسی از خدا آورده شما رفتش میدید به حضرت امام رضا به چه دلیل به کدوم دلیل. که دلیل نمیشه که یک حالا به حضرت مریم بدون پدر بدون شوهر بچه دنیا آوردگی دلیل نمیشه یکی دیگه بولنش بگه که آقا منم بدون به خاطر اینکه حضرت مریم به دنیا ورده منم بدون یک زنی بگه که منم بدون شوهر بدون اینکه مردی با در کار باشه بچه دنیا آوردم اینکه هیچکس قبول نمیکنه پس اینی که قبول نمیکنیم اونام قبول نمیکنیم باید دلیل محکم از کتاب و سنت باشه سوال 328 سوال 328 تو از آیه 55 از همین سوره آل عمران مطرح میکنیم خداوند در اینجا میفرماد سوال ما اینه چرا عیسی علیه السلام که از بعد از مرگ خبر نداره که دنیا چه خبره قرآن ثابت میکنیم چگونه بعد حضرت علی بعد از مرگ خبر داره چگونه خبر داره آیه این هست که الله میفرماد از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافع که ایلیه ای, ای ایسا الله می الله فرمود که ای ایسا من تو رو وفات به تو میدم می دم و تو رو به سوی خود بالا میارم و متحر و که من الذین کفرو و تو رو پاک میکنم از کسانی که کافر شدن و ما و دوستان شیعه ما عقیده داریم که این وفات اون وفاتی نیست مرگ نیست موت نیست حضرت ایسا رو خداوند به آسمان برده و نه نمرده این وفات مثل وفات خوابه و هو الذی به لیل شب که انسان. این خدا ما یعنی ما همه عقیده داریم که حضرت عیسی اون مرگی رو نداره که حضرت علی داشته یا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشته چون که حضرت عیسی به دنیا برمیگرده این عقیده ای ما حالا بعضی از دوستان قرآن این رو قبول نمی کنن ولی که ما به فعلا رو به کنار میذاریم چون بحث ما به نیست بحث ما با که مشترک هستیم عقیده ای ما و شما همینه حالا این آیه رو ما میذاریم کنار یک آیه دیگه در سوره به نظر مایده ما است بله مایده ما که وقتی خداوند حضرت عیسی رو در صحرای مشر میاره حضرت عیسی که یک بار رفته و بر میگرده به آسمان چهارم رفته یا هر رفته بر میگرده در آخر زمان و بعد می‌میره در روز قیامت که زنده میشه خداوند جل او بهش میفرماد که آیا تو به مردم گفته بودی که من و مادر من رو اله بگیرید الهی نمین دون الله بگیرید من و ما اینشون چی جواب میده ما قلت لهم الا ما امرتنی به یا الله اول میگه الله گفته بودم شما خودت میدونستید من چیزی نگفتم جز اینکه شما امر کردی به من چه امر کردی انا بود الله ربی و رب بکن که خدا رو بپرسید که هم رب منه یعنی رب عیسی علیه السلام و رب شما مردم هم هست و کنتو علیهم شهیدن و کنتو علیهم شهید شهیدن ما و من گواه بودم بر این پرستش تا وقتی که بینشون بودم این از این حد یک مسئله مهمی پیدا میشه و این است این است که حضرت عیسی اگر بود اجازه نمیداد که تا وقتی که بود اجازه نداد کسی حضرت عیسی رو خدا بگه یا نماینده خدا به اون صورت بگه که حالا بعضی از مسیحی ها میگن میگه تا وقتی که من بودم اینجا رو میفرماد و کنتو علیهم شهیدا ما تو فیهم تا وقتی که من بودم من شاهد بودم که اینا جور رفتار داشتن اما بعد از مرگ میگه خبر ندارم این نکته ای ماست فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم کنت انت الرقیب علیهم ولیکن بعد از اینکه من وفات چشاندی اونم وفاتی که دون وفات ما و شماست کمی درجهش پایین تره میگه دیگه من خبر ندارم شما خودت نگهبون اونا بودی من دیگه شاهد نبودم دیگه خبر ندارم که اونا چیکار کردن و انت علی کل شیء شهید و تو به هر چیز یا الله گواه هستی حالا سوال این است که در اینجا شما که حضرت علی رو رضی الله عنه رو با حضرت عیسی مقایسه می حضرت مهدی رو با حضرت عیسی مقایسه می کنید خب اینجا مقایسه کنید دیگه اقلا ما اونم از شما قبول کنیم هر کاری که حضرت عیسی کرد حضرت علی تونست انجام بده اما اینو شما آخه قبول کنید که بعد از مرگ میگه من شهید نبودم من خبر ندارم شما میگید بعد از مرگ حضرت علی خبر داره یک امر از امر ما شما بر از حضرت علی پنهان نیست چرا اینو دیگه با کی مقایسه میکنید برای ما بگید به یکی مقایسه کنید اگر با حضرت عیسی مقایسه میکنید بفرمایید این حضرت عیسی پس شما سوال 200 328 ما رو جواب بدیم چرا وقتی که ما از قرآن ثابت کردیم حضرت عیسی بعد از اون مرگ مرگی که نیم مرگ است از دنیا بی خبره چگونه حضرت علی که مرگ به مرگ کامل دچار شده از دنیا با خبره و اگر با خبر نیست چرا میری سر قبر ازش حاجت میخواهید و حاجات خود رو بهش میگید که به خدا برسون حداقل که اینو میگید دیگه یا علی مریضم یا علی زنم نمیدونم مشکل داره یا علی بچه‌م امتحان داره رضی الله این سوال ما رو میتونید جواب بدید هرگز نمیتونید منیم سر سوال بعدی که شما بهش علاقه دارید سوال 329 از آیه 61 سوره آل عمران انتخاب کردیم این شما زیاد میگید چرا که فکر میکنید که اثبات مذهب شماست خطابم به علمای شیعه است فکر میکنید که این اثبات مذهب شماست آیه آیه مباهل است فمن ها جکفیه من بعد ما جا اکمین العلم فقل تعالو ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم سم نفتحل این دیگه داستانش مشهور اونا همه شما میدونید برای اثبات مذهب خود میگن که وقتی که با حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خواستن که با مسیحان نجران مباهله کنن چون که اونا حرف رو در مورد که عیسی بنده خداست قبول نداشتن گفت بیا مباهله کنیم مباهله قانون نشین است که دو طرف با فامیلاشون میان و این ثابت است که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با حسن و حسین و فاطمه و علی رفت اینا میگن آقا همین دلیله که بقیه آدم نبودن در حال که این دلیل نیست که بقیه آدم نبودن حالا که در یک جنگی حضرت پیامبر یکی رو م... امیر کرد دلیل نیست که بقیه هیچی نبودن اگر در یک جای گروهی رو برد دلیل نیست که بقیه نبودن که اینجا ما میگیم شما چرا میگید که این آیه مختص است سوال 2329 چرا میگید که آیه مباهله مختص است به 5 نفره در حالی که حداقل از 9 نفر صحبت میکنه میفرماد ای بر به فقل تعالو بگو به اونها به کافران تعالو نه تو ابنا انا بیا بچه های ما رو بگیم بچه های ما بیش از سه نفره حضرت حسن حسین که دو نفر بودن در زبان عربی ابن یکی است ابنین این دو تاست یا ابنان ابنا یعنی جمع یعنی سه تا و بیشتر بودن پس معلومه که این آیه خاص به اونا نیست این که بین ابنا فقط همین دو تا رو انتخاب کرده بحثی جداست اما این مال همه زمان ها و همه مکان است شما میگید نه خاص به تنه. و نساء انا و نساء اصلا یک زن رفت اینجا نساء جمع باید بود و امراه تنا چون یک زن بود و زن اون زن حضرت علی بود و دختر پیامبر بود حالا که اینجا جمع آورده چرا یک نفر پس رفته پس معلوم میشه تفسیر شما غلطه و انفسنا هم غلطه انفسنا هم جمع بیش از سه نفره پس شما چرا واضح دستور زبان عربی رو توجه بهش نمی کنید که آیه مباهله مال سه نفر پنج نفر نیست مال چهار نفر پنج نفر نیست نسا جمع حضرت فاطمه که جمع نبوده یکی رو برده و چرا همطوری یک به طور واضح برای مردمی که نمیدونن شما واضح نمیگید معلوم است که این مباهله ما رو همه زمان و است مثل که ما شما رو در چند برنامه قبل در همین برنامه زار یک سال به مباهله دعوت کردیم پس مال همه ای زمان نه که یک دفعه بوده و تموم شده اما این که در اون دوره این رو برده ما با شما موافقیم که در اون دوره همین پنج چهار، پنج نفر بودن حضرت فاطمه و حضرت ف... علی و حضرت حسین و حسن حسنه البته علت شالا دیگه به بحث ما مربوط نیست ولی ما خیلی ساده خلاصه به شما میگم که معمولا انسان یعنی برای دجله مردم ممکن انسان زنشو خیلی دوست داشته باشه اما مردم میگه آقا این زنشه دیگه خصوصا که حضرت پیامبر نو زن داشته جل... ولکن دختر یا پسر دیگه هیچ جدایی نداره اگه دشمن آدم باشه دختر پسر آدمه یعنی انسان برای پسر خود یا برای دختر خود هرگز نمیتونه بد بخواد اما میتونه زنش طلاق بده لذا در مباهله انسان معمولا کسایی میبره که دیگه درش شکی نباشه پیامبر خاصه به اونا ثبوت ثابت کنه که من بر حقم بیا من دختر دخترم میارم نوه های خودم میارم که دیگه نمود مولا درزش نمیره نمیتونید بگید که آقا این به اصطلاح زن شو و زن اهمیت نداره نوتا داره اگه یکی مرد مرد چون تو مباهله ممکنه بمیره و علتش همینه اینا رو برده تا حرفش بیشتر تاثیر داشته باشه این بحث ما نیست روز دیگری بحث خواهیم کرد بریم سر آیه 103 از سوره آل عمران و سوال 330 رو مطرح کنیم از شما میپرسیم که در آیه 103 منظور الله از افرادی که از اونها نام میبره چه کسانی هستن؟ آیه 103 رو براتون میخونم ترجمه میکنم و به من میپرسم از شما که الله منظورش کی هست؟ شما جواب بدید ما چی نمیگیم؟ الله میفرماد در آیه 103 و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله و فیکم رسولو میفرماد شما چگونه کافر میشید به آیات خدا در حالی که آیات خدا بر شما خوانده میشه و در بین شما پیامبر خدا هست در بین ما که پیامبر خدا نیست وفات یافته در بین کی بوده شما بگید در بین مردم هم اصل خودش مردم مکه صحابه مهاجرین انصار بوده پس این آیات خطاب و اونهاست دنبال این آیه در آیه بعد میفرماد آیه 103 همین مردم رو نصیحت میکنه الله و اعتصمو به حبل الله و ولا تفرقو میگه شما به ریسمان خدا چنگ بزنید و به اسطلاح پراکنده نشید و از نعمت الله علیکم این همونه میخوام بگم و بیاد بیارد نعمت خدا رو به شما نعمت خدا به اونا چی بوده؟ تلویزیون کلمه بوده؟ نه نعمت اونا خاص به اونا بوده یادشون میاره از کنتم اعدا انفعلف بین قلوبی کن شما دشمنا بودید با هم دیگه پس خطاب به کیه؟ خطاب به صحابه است میگه شما با هم دشمن بودید راست میگه گروه گروه بودن دائما با هم در حال جنگ بودن اوس خزرج در حال جنگ بودن مردم مکه با هم دیگه در حال در گیر دار بودن همیشه جنگ بود دیگه فالف بین قلوبکم به بی بنعمت اخوانا میگه به نعمت من شما برادرها شدید و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم منها بدبرس. خطاب به صحابه داره میگه میگه شما به لب آتش بودید پرتگاه جهنم بودید راست میگه مشرک بودن اگه میمردن جهنم میرفتن ولی که خداوند میفرماد فانغتکم منها از پشت سر شما رو گرفت نجاتتون داد اینه در مورد کی میگه در مورد صحابه میگه پس شما بگید اگر در مورد صحابه نیست پس درباره کیست سوال 330 ما این است اگر خداوند صحابه را از آتش نجات داد دیگه شما چرا میگید اینا بدترین مردم بودند و بدترین کارا رو کردن و اگر نجات نداد پس این آیه در مورد چه کسانی است چه کسانی رو خداوند به با هم دیگه الفا بین قلوب کرد و به نعمت خدا برادر شدند و در بله به پرتگاه آتش بودن خدا اونها رو نجات داد کیا بودن شما بگید ما نمیگیم بفرمایید سوال 330 ما رو جواب بدید و ما میریم سر سوال 331 سوال 331 ما اینه که الله میگه شما خیر امت هستید و شما میگید صحابه رو میفرماد شما چرا میگید شما شر رو لما هستید؟ خداوند اصحاب پیغمبر میفرماد که بهترین امت ها هست به شما بندگان خدا نمیدونم از کجا این آوردید که اونها بدترین امت هستن این آیه قرآن جواب ما رو بدید بلاخر قرآنی که قبول دارید آیه صد سوره آل امران کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن شما بهترین مردم بودید بهترین امت ها هستید که بیرون اومدید منظورش کیه شما من و شما هستیم بالاخره ما و شما ان توش هستیم اما سر این امت کی بوده خطاب این امت وقتی که پیامبر داره میگه کی است یک امت یک سری داره دیگه سرش همون صحابه بودن و این آیت کاملا به اوناست و اونها بودن که امت خ... اخریت للناس تعمرون بالمعروف تنهون عن المنکر اونها بودن که امر معروف نهی از منکر میکردم حتی در ایران و روم و یمن و مصر هم نهی مارو و معروف نهی از منکر کردن و شما امروز به اونها ایراد میگیرید که چرا این کارا رو کردن نمیدونم برای غنیمت کردن تن از این حرفا و دنبالش میفرماد به تومنون بالله به خاطر این شما خیر امت هستید که شما ایمان به خدا دارید امت های دیگه ایمان به خدا نداره به خدای واحد ایمان نداشتن نه به یهود بود نه نصارا اشکالاتی تو توحیدشون بود پس این خطاب به کیه خطاب به خیر امت است خیر امت کی بودن صحابه بودن سوال ما ۳۳۰ سی ایک ما از سوره آل امران، از آیه ۱۱ آل امران اینه که شما چرا خیر امت رو میگید؟ شر الامت، چرا به این راحتی آیه قرآن رو نمیبینید و هر چی دلتون خواست؟ میگید در سوال ۳۳۲ باز الله اینطور میفرماد، در همین آیه بعد از اینکه میفرماد شما بهترین امت هستید میگه که، میفرماد که دوباره براتون میگم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خير لهم میگه شما اهل الكتاب نیستی دیگه شما بهترین امت هستیم و اگر اهل کتاب ایمان آوردن خیلی برشون بهتر بود من هم المؤمنون اینو میخوام بگم و اکثر هم الفاسقون بین این اهل کتاب شما که خیر امت هستید ای اما بین این اهل کتاب یه دی مؤمن هستن یه دی مؤمن هستن و اکثرشون فاسق هستن اینجا رو میخوام بگم و اکثر هم الفاسقون خداوند اهل کتاب میگه اکثرش فاسق هستن شما چرا اصحاب پیامبر میگید اکثرشون فاسق بودن خداوند اهل کتاب رو فاسق نام برده شما چرا چه دشمنی با اصحاب پیامبر دارید در سوال 332 ما که اصحاب پیغمبر رو میگید میفرمایید میگید که اکثرشون فاسق بودن خداوند گفت اکثر کن فاسقون یا گفت اکثر اون فاسقون اونا رو گفت فر... گفته اهل کتاب گفته صحابه گفته خیر امه بودید آیا جواب دارید و هم سوال ۳۳۳ منظور از این پهلوان ها کیا هستن؟ آه خداوند در قران از یک افراد پهلوانی صحبت میکنه که کافر اگه جلوشون بیا فرار میکنند و در میرن خیلی زمان ساده من از شما میپرسم که منظور الله کیا بودن ما هم بودم شما بودیم ما شما که هم جلوی صدام نه درست وانه استادیم جلوی کی وایستادیم پدرای پدرهای ما جلوی کی وایستادم شما بگید این پهلوان که خداوند میگه که اگه کافر بیان جلو با اینا جنگ کنن فرار میکنن اینا کیا بودن سای آیه 111 میفرماد لن یزور رکم الا اذا و این یوالوکم الادبار ثم لا ينصرون میگه کافر کافرا نمیتونن به شما ضرر بزنن یعنی این داره به کی میگه به اون کسایی میگه فیکم رسول میگه همونایی به همونایی که میگه رسول بین در بین شماست به اونا داره میگه آیه قبل ببینید داره خطاب آیه به همونایی است که بهشون میگه شما چگونه کافر میشید به خدا در حالی که بین شما رسول خداست بین ما که نیست بعد به اینا میفرماد لن یزرکم الا عزا نمیتونم به شما ضرر بزنم یک یک ازیت مختصری میتونن به شما برسونم از این بیشتر نمیتونن و این یو قاتلو اگر با شما جهاد کنن جنگ کنن یو لوکم الادبار پشت خود به شما میکنن دو فرار میکنن پس اینا یک ای پهلوانی بودن یک مردمی بودن قدرتی داشتن که فرار که مخالفین اینا فرار میکردن ثم لا از زیاری هم نمیشه اما شما این آیه را نمیبینید که خداوند به اصحاب پیامبر میگه میفرماد که شما اینطور پهلوان هستید که کافر اگه با شما روبرو بشن فرار میکنند شما میگید آقا اصحاب پیغمبر از جنگا فرار کرد و کی این جنگا رو پیش برد کی اسلام رو پیش برد خود حرف هم باید یک منطق باشه اگر به حال هر چی که میگید جواب سوال ما رو اگر لطف کنید بگید اگر اینا اصحاب نبودن پس این پهلوانا کیا بودن کیا بودن آیت سیستانی بود آیت الله محمد باقر مجلسی بود کافی بود کی بود اینایی که این دروغ رو ساختن من میگم یک و دو بار اگر که قرآن رو میخوندن شاید که هرگز یکم فکر میکردن که آخه ما چی شخص چی داره میسازیم خب حالا میرسیم به یک داستان خیلی جالبی که دفعه قبل اتفاق افتاد و سوال 334 ما است ببینید دفعه قبل یک آقای زنگ زد یک دوست عزیزی زنگ زد که شما آخه میگه این اهل بیت به شما چه بدی کردن که شما از اونا پیروی نمی کنید در حالی که حدیث فرموده است که از, 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 از کتاب خدا اهل بیت من پیروی کنید من در جواب بهشون گفته بودم که این سوال من باید از شما بپرسم شما چرا از اهل بیت پیروی نمی کنید؟ اهل بیت زنشه و گفتم که حیف که اتاق فرمان به من میگه وقت اون شد وقت اون شد نمیتونم براتون بگم دفعه بعد این آیه رو براتون میگم این یک ماجرایی باز بعد از این دا... بعد از اینکه من تلفن رو قطع کردم تو گفت که اون ماجرا رو براتون تعریف میکنم اول بذارید من از قرآن ثابت کنم که اهل بیت زنش است از همین سوره آل عمران زن پیغمبر اهل بیتش است آیه 121 میرسیم اگر شما سوره آل امران رو باز کنید و آیه 121 همینطور داریم این جلو در آیه 121 به این آیه میرسیم و ویز قدوت من اهل که تو بفی مقاید للقتال والله سمیون علیم و از قدوت وقتی که صبح خیلی زود بیرون آمدی صبح خیلی زود از کجا بیرون آمدی من اهل که از نزد اهل خودت بیرون آمدی برای چی بیرون آمدی؟ تو با ویل مؤمنین و قاعده للغتال برای که سنگرای مؤمنین رو درست کنی برای جنگ. خداوند ویادش میاره. بیادرس پیغمبر خودش میاره. حالا سوال ما اینه این درس صحبت در مورد جهاده ولی که ما میتونیم استین بات کنیم قران چند بود داره؟ سو به زود اینسان از پیشی کی میاد بیرون؟ معمولا از پیشی زنش میاد بیرون دیگه. پس اینجا که ف... میفرماد من اهلک قداوت من اهلک سو به زود از بیرون اومدی از نزد اهل خودش منظورش این است که از نزد زنای خودش بیرون آمد از تو خانه زنای خودش بیرون آمد خصوصا یه کسی که نو زن داره ممکن انسان یک شب خونه دخترش بخوابه یا خونه دامادش بخوابه اما نه اینکه خونه به هم چسبیده باشه و نزدیک باشه و توی شهر باشه نه مسافر باشه یا مریض باشه دخترش یا دلیلی اون تا معمولا یک انسان در خونه خودش میخوابه خصوصا انسانی که سه یا چهار زن داره و رسول ما که نه زن داشت این شب خود رو نمیتونه زایه کنه لذا صبح زود پس از نزد اهلش بیرون اومد یعنی از نزد زنش بیرون اومد از خانه زنش بیرون اومد شما چرا اهل اهل رو زن رو اهل بیت قبول ندارید سوال خیلی ساده است شما چرا زن رو اهل بیت قبول ندارید پس صبح که از خانه بیرون اومد از نزد زنش بیرون اومد یا نه از خانه دخترش بیرون اومد جواب سوال ما رو بدید سوال ساده ای هست اگر 334 و, و آیه 110 121 از سوره آل عمران حالا اینجا یک نکته جالب اتفاق افتاد این نکته رو براتون میگم وقتی دفعه قبل من گفتم به این دوست ما که ای کاش وقت داشتم تا سوره آل امران ثابت کنم برای شما که اهل یعنی بعد از اینکه برنامه تموم شد وقت نشد دیگه استاد خدمتی به من زنگ زد گفت که من میدونم که میخواستی کدوم آیه رو بگی کنچکاب شده ببینه کدوم آیه است خودش رفته به یک نگاهی کرده گفته من برای تو میگم کدوم آیه گفتم کدوم آیه است گفت این آیه است اون آیه نبود ولیکن عجیب اینه که اون آیه هم میتونه ثابت میکنه که در همین سوره آل عمران ثابت میکنه که زن از اهل بیت تعجب کردم از قدرت قرآن که اینطور طور میتونه عقاید باطل رو بکوبه در یک سوره دو بار بلکه شاید پنج بار دیگه بتونیم ثابت کنیم حالا من این آیه رو میخونم که اینو استاد خدمتی گفت که و درستم پیدا کردم اون فیل پیدا کرد ببینید آیه 33 است یکم جلوتره حالا ما داریم آیه 121 میگیم ولی در آیه 33 سی من متوجه نبودم آیه 33 سی هم همین رو میگه 33 34 سی از سوره آل عمران ثابت میکنه که زن ببینید ما داریم از قرآن برای شما ثابت میکنیم که عایشه اهل بیت چی داد شما برای چی خب ثابت کنید نیست چرا با ما دشمنی میکنید چرا نفرت دارید از ما ما که داریم شما از آتش نجات میدیم ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین آل عمران سوره آل عمران است خداوند برگزید آدم نوح آل ابراهیم و آل عمران رو علی العالمین باز در آیه یک آیه بعدتر میگه از قالت امرات امران عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی میگه برداشت شیخ خدمتی است میگه از قالت امرات امران زن امران گفت آل امران زن امران باز معلومه زن از آل امران است خداوند آل امران رو بر, دو بر مردم دنیا برتری داد بعد از زنی صحبت کرد جالبه که در همین سوره نمیفرماد همین آیه نمیفرماد که آل نوح چرا آل نوح خوب نبوده زن نوح خوب نبوده میفرماد ان الله ان اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران چون که نوح زنش زن سالی ای نبوده اینجا آل نور رو نمیاره پسرش هم نبوده آل آدم هم برای این نمیاره که ما همه آل آدم هستیم دیگه همه ما و شما آل آدم هستیم اما آل ابراهیم و آل ابراهیم ز... ب... در جای دیگه ما میرسیم در همین قرآن که سارا هم اهل بیت گفته خدا من تو قرآن گفتی من نمیفهمم چرا اینقدر میکنم پس پس جالبه که در این جام ثابت میشه که زن اهل بیته به شما چرا میگید که زن البته نیست چرا اینقدر زورگویی یک نکته البته نیست، یک نکته لطیفم بگم در مورد قرآن که این چون که در حال بالاخره بحث ما قرآن هرچند که سواله اما ایبی نداره اینو بگم یک بار با سالها قبل که کتاب برای دل خودم میخوندم کتابی حالا میگم این برای گفتم برای دل خودم برای اینکه اسما من یادم نمونده یکی از های بزرگ هند بود که این یک مقاله ای نوشته بود در مورد قرآن که به نظر من باز در فارسی یک جای مخوندم تازگی ایشون میگه که من این آقا میگه من وقتی که قرآن خونده به این نتیجه رسیدم که باید زیاد تفسیرا رو نگاه نکنم مگر اینکه مجبور باشم چرا که خداوند هر بنده خود رو خطاب میکنه گاهی برای شما خداوند یک پیامی داره که خاص برای توست قرآن یعنی این به این عظمت قرآن به این تا این درجه است که برای هر بنده خود یک پیامی داره حالا من خوندم یک چیزی بهش رسیدم تونستم اگه استنباط کنم خدمت یک با کرد و درست بود میگه هر کس اگر که زیاد میگه خودتون رو به تفسیر باید محدود نکنید میگه اینو من بهش رسیده بودم اما جرئت نمیکردم بگم یعنی میخواستم به مردم بگم که زیاد تفسیر رو نگاه نکنید قرآن رو بخونید مجبور شدید اون که نفهمیدید برید از دیگران کمک بگیرید چرا قرآن خودش به شما درس های خاصی رو میده اما جرئت نمیکردم بگم این عالم بزرگ هند میگه که باز یک وقتی استادم به من وصیت کرد که نوشته آثار استاد استادش رو جمع کنه میگه وقتی این استاد و استادم رو آثارش جمع میکردم دیدم که اونم به این نتیجه رسیده تو کتابش خونده, خونده توی نوشته و میگه منم به جرات کردم اینو به شما میگم تجربه ای منه این عالم گفته تجربه ای من این است که شما قرآن رو که خودتون بخونید خدا شما با شما صحبت میکنه چرا که کلام خداست مقام بسیار بالایی داره نمیگم ما تفسیر باید نبینیم نمیدونم باید تفسیر به بکنید اینو نگفتم ها گفتم جایی که بر ما معلوم نیست باید بپرسیم اما قرآن یک بود نداره این فرموده حضرت علی هم هست منظور من این است که ببینید دو نفر از ما به صورت به بس راحتی تونستیم از یک آیه از یک سوره قرآن ثابت کنیم که زن اهل بیت سوال 334 ما بود اگر نیست شما بس این آیات رو شما تفسیر کنید که آیا پیغمبر سو زود از نزد فاطمه بیرون اومد یا از نزد آیشه آیا آل عمران زنش عالم امران بود یا نبود چون که قرآن میگه سوال 335 هم یک نکته جالب داره این دو طایفه کی بودن که الله میفرماد من ولی اونا بودم اینا کیا بودن آیه 122 بیست آیه بعدی است 122 از سوره عالم امران الله میفرماد از همه طایفتان من کم انتفشلا والله الله و هما و الله فلیت وکل المومنون یه دو طایفه از شما میخواستن که سستی کنن تنبلی کنن به جنگ نرن و الله خداوند ولی اونا بود و سستی نکردن چون الله ولی کسی باشه اون سستی میکنه نمیکنه این ظاهرا این آیه این یک عیبی برای دو طایفه است حالا کدوم تو طایفه بودن؟ خب معلوم این در مورد جنگ بدره دیگه در مورد جنگ بدر است این آیه و همه ما قبول داریم این دو طایفه کی بودن که نمیخواستن میمیل بودن میخواستن نمیخواستن برن جهاد میخواستن سستی کنن میخواستن نافرمانی کنن چه ای به این ولی این دو تا با افتخار میگه ما بودیم این دو آیه در بخاری و مسلم هست که اینا بنو سلمه و بنو حارسه بودن این دو, نفر دو گروه میخواستن نرن این دو محله از محله های انصار بودن اه... نمیخواستن جهاد برن جهاد چیز سختیه دیگه ولی اینا با افتخار میگن که این آیه در مورد ماست چرا چرا ام... جابر ابن عبدالله می‌فرماد فرماد یا فی نازلت. نزلت میگین آیه در حق ما نازل شده مگه شما چه هنری دارید حالا چه این افتخار از کنید می‌خواستید نرید جنگ دیگه چرا اینقدر افتخار میکنید سفیان ابن اوینه یعنی میفرماد که من من آرزو داشتم که این آیه در حق ما نازل بشه یعنی اگر نازل نمی‌شد من خوشم نمی ماد. من یعنی خوشحال نبودم باید نازل می‌شد. خوشحال شدم که نازل شد چرا برای اینکه الله می‌فرماد. الله میفرماد بعد از اینکه ذکر میکنه که اینا میخواستن سستی کنند میفرماد والله و ولی هما خداوند ولی اینا بود دوست اینا بود سرپرست اینا بود اینا رو حفظ کرد خب این یک یک, یک نکته خوبه بهش افتخار میکنم صحابه خب شما چرا اینا رو نمیبینید این دو طایفه کی بودن که الله ولی اینا بود اینا میان آقا اون قسمت دوم نمیبینن قسمت اول میبینه میگه دو گروه میخواستن نرن تنبلی میکردن ایمانش بعد میگه ایمانش ضعیف بود بعد میگه منافق بود بابا بعدش هم بخون این روزا یک اتفاق افتاد که جالبه اینا تقریبا شبیه همینه که اگر انسان قلبش مریض باشه یا بخواد هرچند یک مسئله سیاسی هستم ایب رو بگم یا بخواد به اصطلاح بازی کنه با اینکه بد باشه میتونه هرجور تفسیر کنه این روزا روابط ایران و ترکیه کمی شکراب شده دیگه خودتون خبر دارید یک عکسی تو ای ایران چاپ کردن دو تو بعضی از این سایت ها و مسخره کردن وزیر خارجه ترکیه رو که آقا اوباما ای رو گفته با دست اینجوری اشاره کرده که بیا و این دویده اومده این تو این شده بهش در حالی که اگر انسان با دقت نگاه کنه این تو این نیست بهش چرا که این وزیر خارجه اگر بعد من دیدم اون همون عکس و اوباما با رئیس جمهور ترکیه ایستاده و این مجلس مهمانیه، هر دو ایستادن دارن جلوی خبرنگارها یا جلوی هرکس این از پشت سر به همین وزیر خارجه ترکیه اشاره میکنه که بیا این نشانه دوستیه نشانه این است که به اصطلاح این بالاخره جمهوری که ابرقدرت به اگر به رئیس به چیز کاری داره به دو وزیر خارجش بگه به اون بگه اما چون که رابطش با ترکیه خوب حالا بردلی اتفاقا میخواست پیام برای ایران بفرستن او اونو با دست اشاره میکنه و اونم فوراً با سرعت اومده چرا که این رئیس جمهور و وزیر خارج است و چی میکرد خود با ما باید میرفت اما روزنامه همینو بزرگ کردن که آقا تو کرده به ترکیه و ترکیه غلامشو یعنی انسان بخواد تعبیر غلط بکنه یه چیز خوبم تعبیر غلط میکنه حالا اینا این همین تو قرانه تا آخر نمیخونن میگه که اینا میخواستن جنگ نرن بعدش بخون که خدا گفتم فرموده که من ولی اونا بودم خدا ولی ما نمیدونیم که خدا ولی ما هست یا نیست ان هست ما مؤمن هستیم اما اونا رو دیگه ثابت شده که این دو قبیله از قبیله انصار الله ولی اینا بوده الله که ولی اینا باشه ممکن است که اینها این, ها این جنایت هایی که شما بهشون نسبت بدید انجام بدن نه الله که ولی اینا بوده اینها بعد از اونم خدمت کردن تا لحظه مرگ بلکه برکت این رحم خدا بر اینا بر سر بچه‌هاشون اومده بچهاشون هم در راه دین خدمت کردن و این دین به ما تا مرز چین رسوندن پس سوال 120 335 خود رو تکرار می کنیم. که الله می در آیه 122 که من ولی دو گروه بودم اون دو گروه کیا هستن؟ کی بودن؟ علی که نبوده؟ پس چرا شما اونا رو هیچ یاد نمی بل... بلکه میگید که اونا بدترین مردم بودن همه میگید کافر شدن میگه همه حق علی رو خوردن از چی؟ تعریف های خدا برای چیست؟ سوال بعدی بازم از ببینید ما ممکنه بعضی حرفامون تکراری باشه خب قرآن تکرار میکنه ما داریم از یک آیه رو نمی نمیخونیم در سوره بقره و انفال براتون خوندیم خب تکرار خداوند داره ای از اصحاب تعریف میکنه چرا الله داره تعریف میکنه ما چیکار کنیم شاید برای همین تعریف میکنه که شما ملت بالاخره 100 میلیون 120 میلیون در طول تاریخ شاید 600 700 هزار میلیون بودید تا آینده داره برای شما هم میگه که شما من قرآن براتون فرستادم چه عقاید باطلی است که دارید آیا نمی ترسید اینا کیا بودن؟ سوال 336 شما اینا کیا بودن؟ و لقد الله به بدر و انتم اذله شما رو خداوند در بدر کمک کرد شما زلیل بودید بدر کی بود؟ من بودم شما بودی سپای پاسداران بود بسیج مستضفان بود کی بود؟ خب بدر کی بود؟ خودتون میدونید که اصحاب درجه یک پیانبر در بدر بودن یک حضرت عثمان به خاطر بیماری دفعه قبلان گفتم نبود بیماری زنش تازه اونم سم از غنایم بدر گرفت اینجا خداوند بدر را آورد دیگه نمیتونید بگید جنگ دیگه است خداوند در بدر میفرماد شما رو یاری دادم در حال که شما ضعیف بودید باز خداوند اینجا میفرماد استقول للمؤمنین به یادشون میاره که شما در بدر شما به مؤمنین میگفتی پس بدریا مؤمن میگه خدا به بدریا میگه مؤمن عایشه میگه ام المؤمنین بدریا میگه مؤمن عمر ابوبکر الله میگه مؤمن استقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين میگه کافی نیست که خدا سه تا سه هزار فرشته رو براتون میفرسته برای ما شما خدا چی فرستاده سه هزار فرشته رو به کمکشون فرستاده برای 300 نفر برای هر برای هر هر ده نفر و یک نفر ده تا فرشته فرستاده این مقام عظیم رو خدا به بدریا داده به بدریا داده این شما باز بگید نگه تکرار کنید دستور انفال هم گفته بود خب ما چه کار کنیم الله تکرار میکنه چه کار مهمی الله انجام داده برای بندگان خودش در طول تاریخ اولین بار اچه که مومنین همیشه کمک شدن اما در اینجا برای ما بالاخره گفته که این سرمشق شما همین صحابه هستن و من اینجوری کمکشون کردم حالا به ما بگید که اینا کیا بودن خیلی خجالت نکشید این طرف طرف نکنید بازی نکنید نرید بگید دوستوانه اهل سنت اینو گفته نمیدونم عمه ای من اینو گفت ببخشید جوری دارید میگید بعضی حرفای میزنید که اصلا حرف یک بچه کوچیک هم نیست قرآن جلوتونه به شما میگه که بدریار من کمک کردم مؤمن بودن فرشته براشون نازل کردم لتطمئن قلوبکم به که قلبا اینا رو اینقدر برای خدا عزیز بوده که مطمئن کنه چند دفعه این آیه تکرار میکنه ما میگردیم میگردیم یک آیه نمیتونیم در مورد امام زمان پیدا کنیم البته حضرت علی هم جزو ما قبول داریم که حضرت علی هم جزو اما این آیت در مورد صحاب است یا رو قبول نکنید ولش کنید یا به ما بگید اینا کیا بودن یا ایمان بیارید این نمیشه که همینطور دو پار در یک کفش کنید و لجاگت کنید مثل بچه ها سوال 337 دقیقه وقت دارم الله میگه که یا رسول الله یا ای عبد من ای بند من ای محمد تو میگه هیچ کار هستی در بعضی موضوعات هیچ کار میگه هستی شما میگید همه کار هست؟ بعد چی میخواد حضرت محمد برای میگید همه کار است که بعد حضرت علی رو بگید همه کار است بعد حضرت مهدی رو بگید همه کار است آیه 129 از سوره آل عمران اگه باز کنید این جمله رو میخونید لیس لک من الامر شی لیس لک من الامر شی اون او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون میگه به تو هیچ مربوط نیست این کار دست تو نیست اگه خدا بخواد اونا رو شف عذاب میکنه اگه بخواد اونا رو میکنه میبخشه اونا ظالم هستن پس شما نگید که نمیدونم ما میریم از 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 حضرت علی میخوام که واسطه بشه گناه ما رو ببخشه پیامبر میگه لیس لک من الامر شی به پیامبرش میگه اصلا این چیزا به تو مربوط نیست ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء آسمان و زمین مال خداست هر کسی بخواد عذاب میکنه هر کسی بخواد میبخشه پس ما و شما باید از خدا بخوایم که ما رو از عذاب حفظ کنه چون که خدا برای ما واضحه گفته که پیامبر هیچ کاری است در این امور پیامبر بلا خب رسالت به عالم بچه میکنه البته همه مؤمنین دعا میکنن ولی حالا پیامبر کجاست که برای ما دعا کنه به هر حال آیه اینطور برش میگه که شما نمیتونی حتی ابو طالب هم نجات بدی لیس لک من الامر شی پس وقتی که الله میگه که هیچ امر به, به تو این امور به تو ربطی نداره شما چرا همه امور رو نه فقط به حضرت پیامبر بلکه به امام های پنج ساله و هفت ساله و ده ساله خودتون میدید چرا با قرآن مخالفت میکنید؟ سوال 338 حالا نزول خور هستید هستید دیگه چرا از آف مزعفه میخورید؟ یعنی چه؟ سوال رو اول آیه رو میخونم بعد این سوال رو مطرح میکنم دوباره سوال 338 یا ایها الذين امنوا این مربوط مال کی است این آیه خطاب به من شماست این یکی دیگه خطاب به من شماست و به همه مؤمنین است صدر اسلام و اصحاب پیامبرم بود عام دیگه لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا <وامل> النار التي اعدت للكافرين یکی که ما قبلا هم دفعه قبل تو سوره می گفتیم که شما چرا ربا میخورید حالا میگیم آقا چرا چند برابر میخورید خداوند میفرماید ای کسایی که ایمان آوردید حتی اگر ربا رو چند برابر نخورید دیگه که میخورید یعنی یک 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 هم یک هم مون تو میگه چرا زیاد زیاد چرا میخورید چرا چند برابر حالا بگی مگه تو ایران هم چیزی هست بله شما نه یادتون نمیاد که آقای احمدی نژاد وقتی هم سیاست غلط بچگانه ای که باید بچه درست نشه رو اجرا کردن باز مقال خودشون کفکیر به خودشون کفگیر به تایید دیگ خورد و انسانات تو ایران کم شدن انسان های مولد و جوون و فرار کردن جوون هم دیگه و بسیارشون هم شهید شدن مردن در اومد گفت که شما باید تشویق کرد زنا رو که من یک میلیون تومان میدم همین قد همین جور گفته بود یک میلیون تومان میدم به هر بچه ای که دنیا بیاد در سال فلان از این به بعد باز این بعد با پولم از بچه ها، این پولم نمیده اینقدر دل... اینقدر دلم نداشتن اینقدر به گشاده دستم نبودن دست دل بازم نبودن پول به مادر بدن گفتن این پول برایش در بانک میذاریم که 18 ساله شد 20 میلیون بشه یکم پدر مادر نمیدونم الان پدر مادر چقدر باید بزنن خب یک میلیون چرا باید 20 میلیون بشه این اضافه مضاعف است و خداوند به ما امر کرد مگه شما مسلمان نیستید مگر آیه 131 در قرآن رو نخوندید مگر آیه 130 و 131 رو در آل عمران شما قبول ندارید اگه قبول دارید خب به شما میگه نخورید یک میلیون چطور شما بعد 20 سال 20 میلیون میدید بعد 18 سال خب از کجا میدید خب همین پول رو دارید به اون پدر اون بچه قرض میدید اون بیچاره باید یکی دو با دو کنه دور سه کنه تا همین پول دوباره 20 میلیون بشه به شما اینکه ظلم تا ظلمه چرا این کارو میکنید مگر شما مسلمان نیستید منظور این است که این آیات قرآن چرا عمل نمیکنن بعد دقت کنید خداوند چی میگه همین آقای احمد نژاد دقت کنه بعد تقو نار التي دلیل للكافرين خداوند کافر گفته این آدم رو درستی که انسان ربا اگه بخوره کافر نمیشه اگر معتقد به حرمتش باشه او اینا حاکما هستن دیگه چرا این کارو میکنن اگه معتقد هست خب جلوش بگیر. سوال 339 خداوند به کی میفرماد در این آیه در آیه 139 سوال ما سوال سی سد سی به کی می فرماد که شما برتر استید؟ به همون شکست خورده ها در جنگ احد ثابت تفسیر های ما شما اینه میگه و لا تهنو و لا و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. شما میگه نه چی نکنید سستی نکنید اگه شکست خوردید قمگین هم نشید شما برتر استید اگر مؤمن باشید و قبلا ثابت کردیم که اینا مؤمن بودن خدا خدا اینا رو مؤمن بود و حالا میفرماد این یمسس کم فقط مس القوم برهون مثلو اگر شما رو زخم رسید در جنگ ها در جنگ بدر اونها رو زخم رسید رو خوردن مجروح شدن پس این آیه که میگه شما برتر هستید در مورد صحابه است اگر در مورد صحابه نیست پس الله به کی میگه شما برتر هستید الله میفرماد که شما برتر هستید انتم العلون شما برتر هستید و شما همین آدمای برتر رو بدترین مردم میدونید در طول تاریخ هم برتر بودن عملا ما در طول تاریخ دیگه اون کارنامه رو نداریم که صحابه داشتن اینجا یک سوال خیلی جالب پیش میاد سوال نمیدونم چندون بود سی سد چل, چل. خداوند به اصحابش میگه ببین اینجا داره اینا رو توبیخ هم میکنه اما در همون توبیخ ما میفهمیم که به اصحاب پیانبر توبیخ میکنه اما در توبیخ میفهمیم که اینها مومن بودن چرا اینا وقتی که در جنگ شکست خوردن و اعلان شد که حضرت محمد صلی الله علیه و وفات یافته کشته شده فرار کردن ادعی و خداوند اینا رو توبیخ میکنه و میفرماد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول محمد کسی نیست غیر از یک پیغمبر قبل از این اینم خیلی پیغمبر اومدن آیه قرآن است صلی الله علیه و سلم بهترین پیغمبران بوده اما آیه اینطور میفرماد اف ما تو قتل اف ما تا قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ينقلب علی عقبای فلن یزور الله شیئا این کلمه برگه اگر بمیره اگر پیانبر بمیره یا کشته بشه شما برمیگردید به جاهلیت این غلفتم الا اعقابکم شما برمیگردید به جاهلیت از این برمیگردید به جاهلیت معلوم است که حالا مسلمان و مؤمن هستن یکم فقه آیه رو ببینید یکم تدبر کنید میگه آیا اگر محمد هم علیه بمیره شما برمیگردید از ایمانتون به جاهلیت پس معلومه که حالا مؤمن هستید داره نصیحتش میکنه داره اینا رو تربیت میکنه همونطور که در مسئله پس معلوم اینا مؤمن بودن حالا با چرا این سوال مطرح میکنم کسی که خدا شهادت میده که اونها مؤمن هستند و نصیحتش میکنه که بعد از وفات پیامبر بر نگردند به جاهلیت خود شما چرا میگید که از اول اینا منافق بودن از اول اینا نمیدونم چی بودن و در آیه دیگه هم میفرماد و اینا رو ثابت میشه در ما آیه سوره بقره بود همین چون که مسئله همین برگشت به جاهلیت هست میاد و کذالک جهان لکم آیه که شما رو یک امت وسط قرار دادیم تا شما گواه بر مردم باشید رسول بر شما گواه باشه به ما میگه این قبله رو عوض نکردیم مگر اینکه ببینیم کی ایمان ثابت قدمه من یتبع الرسول من من غلبه علی علا کی از پیامبر پیروی میکنه که برمیگرده به جاهلیت و ما دیدیم همه مؤمنین از پیامبر پیروی کردن و به جاهلیت برنگشتن یعنی قبله بیت المقدس بود همه کعبه قبل قبولش کردن هیچ کس برنگشت پس پس آیه قرآن میگه اینا مؤمن بودن اینا در جاهلیت نرفتن نه یعنی حداقل قبول کنید که از مسئله جاهلیت اومده بودن به ایمان آیه برای شما میگه ولی شما میگید از روز اول اینا دروغ بود و منافق بودن و چرا اینکه به آیه قرآن همخوانی نداره و در همون آیه بازم میگه در سوره بقره البته ما برگشتیم اه... چی بودن؟ و ما کان الله لیزیه ایمان ایمانکم خداوند ایمان شما رو زایه نمی کنه؟ خداوند شهادت میده که اینا ایمان داشتن صحابه رو. حالا اینجا یک آیه ما می رسیم که شیعه هرگز دوست نداره در حال که در این آیه داره از صحابه بد میگه ولی شیعه این آیه رو هرگز نمیگه استفاده نمیکنه در همین سوره آل عمران آیه 152 اگه ببینید آیاتی هست که خداوند جل جلاله هو صحابه رو توبیخ میکنه بلکه در این آیه جمله ای است که همیشه شیع علمای شیعه ولقد صدقكم الله وعده خداوند وعده خدا رو خود رو برای شما راست کرد وعده خود وفا کرد از تحسون هم به وقتی که شما اونا رو میکشتید در جنگ اهد داره میفرماد شما اونا رو میکشتید کافرها رو در جنگ میکشتید حتی ازا فشلتم و تنازعتم فی الامر تا اینکه دو کار بد کردید سستی کردید و در امر تنازع کردید در دستوری که به شما داده بود و هم دعوا گرفتید اطاعت نکردید و عصیتون و نافرمانی کردید حالا ممکن است که بعضی از علمای شیعه اگر که بقیه دونستن می میرخصیدن و دست میزدن که ها عصیتون صحابه رو گفت شما عصیان کردید نافرمانی کردید و عصیتون این بعد ما عراق و ماتحبون بعد از اینکه خدا شما رو فیروز کرد شما نافرمانی کردید یعنی دیگه نافرمانی کردید اینجا یک کلمه بسیار عجیبی الله میفرماد که این کلمه بس صحابه وقتی که نگاه کردن منکم من یورید من دنیا از شما صحابه کسی است که دنیا رو میخواد منکم من یورید من دنیا و منکم من یورید من الاخره این دیگه باید چیه همین آیه خیلی بگه اما نمیگه از شما کسی است که دنیا رو میخواست و میخواد و از شما کسی است که آخرت رو میخواست صحابه میفرماد ثم مسرفکم انهم لیبتلیکم خداوند شما رو دیگه دست شما را از اونا کوتاه کرد تا شما رو آزمایش کنه یعنی شکست خورده بودن اما خداوند چون که نافرمانی کردید اونا رو نجات داد دست از شما ولیکن اینجا یک مهر میزنه ولقد عفا عنکم خدا شما رو بخشید این جمله است که حال علما اشکر به هم میزنه ما سوال 341 ما این است که خدا کیا رو بخشید ولقد عفا عنکم با این همه کارهای به اصطلاح ظاهرا نادرستی که انجام داده بودن خدا اینا رو بخشید چرا اینا رو بخشید آخر اینا که تنازع کردن پیروزی رو به شکست تبدیل کردن به شکست تبدیل کردن دنیا رو می‌خواستن چرا اینا رو بخشید بخشید و لقد عفا عنكم خود خداوند توضیح میده چرا اینا رو بخشید چرا اینا رو بخشید دنباله آیه میفرماد اما من در از قرآن براتون میخونم آیه 152 و الله ذو فضل علی المؤمنین خداوند بر مؤمنین خیلی به اصطلاح لطف داره فضل داره چون اینا مؤمن بودن خدا اینا رو بخشید چون ما میگیم همه ما گناهکار هستیم ولیکن چون که ایمان داریم امید داریم به رحمت خدا چون که اینا ایمان داشتن و جنگیز سختی است خداوند میدونه انسان ضعیفه میفرماد که لق و لقد عفا عنكم یا ای ها، این آیه تو قرآن باشه ببینید همش گفتم بد بود از صحابه ما اینا نگفتن چون آخرش کار خراب کرد خب این آیه در قرآن باشه دیگه ما میتونیم بگیم که صحابه مؤمن نبودن سوال ما رو جواب بده به من گفتم وقت کمه من رد میشه و سوالا رو براتون نمیخونم میرم به سوال بعدی ما کم بود 342 فرض کنیم بود حتما نمیدونم که درست خواندم یا نه این آیه از آیه 155 رو براتون میخونم چون که وقت من کمه از سوره آل عمران ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بما بعد ما كسبوا ببین اینم یک آیه است که بر ضد صحابه است ولی هرگز علمای شیعه این آیه را به کار نمیبرن چون که جمله بعدش کار خراب میکنه از ب... 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 برای اونا کار خراب میکنه کسایی که از شما روی برگرداندن فرار کردن فرار از جنگ یک از بدترین چیزاست روزی که دو گروه با هم جنگ شد یعنی جنگ احد با هم دو گروه آویخته بودن با هم دیگه انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا شیطان اونها رو به لغزش انداخت به خاطر گناهانی که کرده بودن خداوند میفرماید در مورد صاحب ما قبول نداره که صاحب معصوم بودن اما بعد چی میفرماد و لقد اف الله عنهم خدا اونا رو بخشید که خدا بخشید آقا شا میگذره شاغلی چرا نگذره الله گفت این کار به این عظمت شما کردید ولی من شما رو بخشیدم خدا حالا ما شما که خدا نگفت من شما رو بخشیدم صحابه مور زده که من شما رو بخشیدم آقا چرا ببخشه به خاطر که مؤمن بودن اینجا به پیغمبر خودش هم دستور میده که او ببخشه شما بگید من این سوالم برای چی؟ این هم یک سوال سوال سیزد چهل و سه که شما به من بگید اگر این آیت در مورد صحابه نیست در مورد کیست؟ حالا شما چه نگه صحابه صحابه میکنه؟ خب قرآن میگه من چیکار کنم؟ آیه سد پنجانو ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لنفز من هولك میگه به رحمت خدا تو به اونها نرم دل بودی نرم بودی اگر سختگیر بودی به شدید می بودی از دور تو پراکنده می شدن. کیو می فرماد از دور تو پراکنده می از اصحاب می فرماد. بعد از این یک جمله جالب میگه فعفان هم تو هم ببخشش و پیغمبر امر میکنه که خدا صحابه رو ببخش و لهم و برایشون آمرزش بخوا شما میری سر قبر پیغمبر میگید که برای ما آمرزش بخوا خداوند به پیغمبر امر کرده که برای صحابه آمرزش بخواد کسی پیغمبر برای سا... خدا راضی باشه که پیغمبرش برایش آمرزش بخواد پیغمبرم مجبور است که این دستور عمل کنه بگه یا الله عمر رو ببخش ابو بکر را ببخش آیه قرآن دیگه فعفو عنه از اونا بگذر خدا بخشید پیغمبر بخشید همین شما علما ایشی نمیبخشید پس شما معلوم است که نه پیرو خدا هستی نه پیرو پیغمبرش واستغفر الله نگفته که فوشون بده به هم شما فوش میدید فالله الله فرمود به پیغمبرش که اونا چرا خیلی این کارو میکنی سوالای ما اینه تکرار پشت سر هم که تکرار میکنیم و شاور هم, هم نه فقط این که در مجلس شورای خودت هم همین صحابه رو بیار چند دقیقه وقت دارم اتاق فرمان خب من دیگه حرفمو تمام میکنم چرا فقط این است که اگه میشه اون اه... اه... کلیپی رو که بهتون گفتم شما اون رو پخش کنید چرا تا من رو بگم شما مقدمه رو آخر میگم لطفا دیدم کلیپی که گفتم هرچند من قبل از این کلیپ بذارم به نظرم شنیدم که یک بار دیگه هم گذاشتن من خیلی خلاصه فقط برای چند ثانیه ده ثانیه میذارم و عذر میخوام از تمام شیعه با انصاف و از همه اهل سنت و همه موحدین که این جملات رو تکرار میکنه اما نقل کفر کفر نیست دیگه قرآن هم فرعون گفته که من پروردگار شما هستم کفر کفر نیست دیگه از این بدتر جمله نیست ولی آیه قرآنه لذا این رو با از مذارت از تو میخوام که ببینید چون که بخوام مؤخره سخنانم بگم بذارید آقا مجدد من باز عذر میخوام معذرت میخوام از همه شیعه با انصاف همه شیعه که پیامبر زن پیامبر براشون عزیزه و از همه اهل سنت و موحدین ببینید این یک نکته میخواستم بگم میخوام بگم این زورگویی رو که قرآن من همش از قرآن گفتم این زبانم لال خاکم بدهن میگه به ام الفاسقین آیه قرآن میفرماد النبی و اولا من انفسهم نمیفرماد النبی و اولا بالفاسقین من انفسهم میگه پیامبر سزاوارتر از از مومنین. و از واجه امهات هم این میگه از واجه ام الفاسقین این زرگوی رو شما ببین یعنی اگر ای این خدا اینا رو اقلم نداده که شما یک چیز دیگه میگفتی آخر تو از آیه قرآن برعکس یعنی بر... مثل این که این مثل این میمونه که این قرآن کتاب یهود و نصارا باشه و اینا اصلا به قرآن عقیده ندارن حالا مثال یکی میگه مثال یکی پادشاهی رو میگه رهبر آل قدر رو میگه نمیدونم رهبر بی قدر چرا که به اون عقیده نداره به اون کتابی که نوشته رهبر آل قدر این کتاب قرآن نوشته و از واجه امهات هم النبی و اولا بالمومنین من انفسهم مومینین؟ میگه ام الفاسقین این همونه حالا حالا چی میخوام بگم ببینید عزیزان من میگم شما که به حرفای من گوش میدید ناراحت میشید بگید ببین آدم اومده از مذهب خودش برگشته باور کنید که گفتن این حرفا برای من فکر نکنید لذت داره به معنی که اج انجام وظیفه است فکر نکنید که من دلم میخواست پدر مادرم که این خدمت به من کردن ناراحت کنم اولین بار که وقتی جلوش نماز دست بسته میخوندم اولین بار که این حرفا رو میشم برای من باور کنید خیلی سخت بود من باید بهشون میگفتم من با وقتی به پدر مادرم من تعارف نکردم که روز قیامت دیگه اخی من میگیره میگه چرا به من نگفتی ما وظیفه ماست به شما بگیم شما چون از کوچیکی شنیدید حالا نمیخواید قبول کنید چند وقت پیش یکی دیده بودم رفیقم بود دانش بو میداد خلاصه بهش گفتم برادر اگه من بتونم بگم دیگه میگه به خوبی برش گفتم که دانت بو میده من باید به تو بگم که دانت بو میده که جای دیگه مردم بد نمیگه روش برمیگردونه حالا ما به شما میگیم که این عقاید شما عقاید بوداره، داره ولش کنید اگه غلط میگیم و قرآن ببینید از کوچکی بنا یاد میده باز که بزرگ شد ناراحت میشه یعنی میگه من در گذشته بابا خداوند توبه رو قبول میکنه الله توبه رو قبول میکنه که شما هفتاد سالم فوش دادی هفتاد سالم در کفر بودی خب حالا قرآن جلوت قرآن نتونستن عوض کنن اگر اینا میتونستن عوض, کنن، عوض عوضش میکردن این این آیه در قرآن نمی بود بلکه این آیه هست تو حضرت عایشه رو میگن ام الفاسقین قرآن میگه ام المؤمنین پس این اصلا منکر قرآن هستند پس شما از حرفای من ناراحت نشید شما بهتر است که عقیده رو قبول کنید این به نفع دنیا و آخرت شماست و چون که هی به من میگم وقتی این نکته فقط بگم ببینید که تو این مجلس اگه خوب نگاه کنید دی مردم لخت هستن او چیه انسان که لخت نمیشه چه عبادتیه منظور لخت یعنی شون لخته برای جهنم داره خودشون آماده میکنه این همه آدم که فکر نمیکنه یکشون قرآن نخونده که ببینه چی میگه این عبادتشونه خب چون که وقتم کم رشته سخن دستم در نره بعد از من دکتر کلهور برنامه داره از ایتون میخوام که برنامه ایشون هم ببینید تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم اقول قولی هازا و استغفر الله علی و و